آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. واکنش ها زیاد بوده، از جمله همین صحبت های آقای نمک دوست به عنوان یک روزنامه‌نگار شناخته شده و استاد ارتباطات که گفته این عدم مشارکت اکثریت مردم در انتخابات نشون میده که مردم به تمام طیف های سیاسی در جمهوری اسلامی معترض هستند. ارزیابی شما رو بشنویم، ضمن اینکه درباره دلایل این کاهش شدید نرخ مشارکت هم به ما بگید. صحبت آقای نمک‌پور صحبت دقیقی بود، حسن ریحان جان، و اشاره ایشون به این که این رو یک اعتراض جذاب میخوانن، برای اینکه در واقع این نشان دهنده این هست مردمی که به گونه های مختلف سعی کردن اعتراض بکنن، سعی کردن در خیابان صدای خودشون رو بی واسطه به گوش حاکمان برسونن، سعی کردن مقاومت مدنی بکنن به اشکال مختلف، سبک زندگی، نوشتن، گفتن، شبکه‌های اجتماعی، از هر فرصتی که وجود داشته اما توسط حاکمیت سرکوب شده، اون هم به خشونت‌ترین، به خشونت‌آمیزترین شکل ممکن. بنابراین این شاید راحت‌ترین، بی‌خشونت‌ترین و مستقیم‌ترین شکل اعتراض هست و من کاملاً با آقای نمک‌دوست موافق هستم که فقط یک گروه خاص رو هم در حاکمیت طرف نگرفته، هدف نگرفته. اگرچه ما میبینیم از همین دیروز تا به امروز هر کسی سعی میکنه که تفسیر به رأی بکنه، هر گروه سیاسی تلاش میکنه که آراء مردم رو به نفع خودش تفسیر به رأی بکنه، از مخبر که در واقع برگزار کننده این انتخابات بود و میگه در واقع بیش از 60% مردم شرکت نکردن، اما او از حضور آگاهانه ملت بصیر حرف میزنه، تا گروه های مختلفی که دارن تلاش میکنن. آقای عباس عبدی از اصلاح طلبا میگه که ما فکر میکردیم 55% مشارکت نیاز داریم برای اینکه ببریم، ولی دیدیم که با زیر 40% هم بردیم. یعنی میخوام بگم که حتی از این اعتراض مردم هم همه دارن به نفع خودشون تفسیر به رأی میکنن، اما واقعیت اون پیام بلاواسطه ای هست که خود مردم دارن میگن. اونها هیچ اقبالی به این حکومت و گروه های سیاسی که سعی در حفظ قدرت، سعی در بودن در پناه علی خامنه‌ای زیر چتر ولی فقیه و ادامه سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی باشه ندارن. این پیام روشنی بوده که در واقع آقای نمک دوست اشاره میکنن، میگن پیام اونها برای همه گروه های سیاسی بوده و به نظر من این سخن درستی هست. خب میدونیم که انتخابات به دور دوم کشیده شده، حامیان شرکت در انتخابات سعی دارن که تفاوت معناداری قائل باشند در شرایط جامعه در صورت پیروزی هر کدام از نامزدها. چقدر این سیاست انتخاب بین بد و بدتر باز هم میتونه مؤثر باشه و شهروندان رو به شرکت در انتخابات تشویق بکنه؟ واقعیت این هست که تا حدی در طول 40 اندی سال گذشته این سیاست جواب داده. دور اول انتخابات نشان داد که چون این سیاست در واقع سرمایه اصلی اصلاح طلبان برای دعوت مردم به انتخابات بود، در دور اول هم ترس از اینکه در واقع تفکر جلیلی بیاد بالا، تفکر اصولگرای ایران رو به طالبان دیگری، طالبان زده دیگری تبدیل خواهد کرد، در دور دو اول این پاسخ گرفته نشد. اما آیا اینکه این نبرد تنگاتنگ بین این دو گروه در ببخشید در دور دوم پاسخ میده یا نه، باید دید و دید. از به نظر من از حالا نمیشه پیش بینی کرد، اما مشاهداتی که از جامعه برمیاد نشون میده که مردم سر کوتاه آمدن ندارن. متشکرم از توضیحات شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، نروژ.